Wanted a diamond choke as soon as her time was over. Bitch, you played. She wanna ride the Rover. Told her Uber was closer. Bitch, you crazy. She tried to show. آشنای فری استایل جدید خودش منتشر کرده. میریم داشته باشیم. مثل همیشه ویو اکسپلور رو درو کرد. بریم ببینیم چیکار کرده. آشام اومده وحشی داشته قدیسه کرده هرچی داشت ولش دیگه با خدای چاله قدیسه مگه وحشی هن با خدای چاله چی وزشه گذاشتم من قوی ترم یا سختی اون که بمیره معلومه من دستم کجر و فرمونه رب رفتم پی برنامه هر روزشم حتما باید کندش دندون لق نشد از اون بره دندون لق رو باید بکنی بندازی دور کی بود میگفت میگفتش که دندون لق مثل جندونه مثل لق دیم چی چیزایی میگفت فکر کنم افشین نوا بود یکی از فیتاش با پایا بود فکر کنم اون آهنگه بود که میگفت هر وقت میام تو میفته بیشتر از گل هورا یا هورا هم چی چیزا یاد خیلی وقت گوش ندم ولی چقدر موقع حال میداد لق نشد از اون بدن نشد پرومو کمش بکنم مهم نی هرچی که تنش بخورم برا چلون لباس رنگی نگیری من از سیا در میام وقتی رپه بکشم پس زد چهلوم ها مخصوصا وقتی میشه دیگه میگم بس دیگه لباس سیاه پوشیدی و یه لباس رنگی کادو میدن یه همچین رسوماتی هست میگه من مشکی همیشه تنمه اشاره به فیش با مشکی نداره یه جورایی وقتی رپر رو بکشم مشکیه تنم در میاد اون موقع است که خوشحالم در غیر این صورت خیر سختی هم زیاده دیگه یا در میام وقتی رپه بکشم پس در طورم کله به رپ میام ترچم دورم هر حرفی خواستی کنی قطعا برم من هیچی ندارم برای از دست دادن هر چی میخوای بگو راجبم خیلی هم راجبش زیاد میگن از تو توییتر و اینور اونور بگیر اون دسته آدمایی ان که به نظر من نمیتونن ببینن یه کسی که 17 18 سالشه 16 سالشه نوجوانه اومده داره رنده میکنه هیچ انسانی کامل نیست به نوعی میگن که هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد در این خرابات ما پرسند که هوشیار کجاست معلوم آقا ضعف همه آدما ضعف دارن مخصوصا هر کی سن پایینتره ولی این که داداش تو بیای کارتو بکنی بری واسهش چون خواستن توانستن تو نمیتونی بخوای نشه و خیلیا فکر میکردن میخواستن اما واقعا نمیخواستن تو چه زمانی میخوای واقعا یه چیزی اون زمانی که یه چیزی رو واقعا میخوای تمام تصمیمات در خدمت اون هدف هستن و امکان نداره بهش نرسی و خیلی ها به نظر من که نقد الکی میکنن به آشنا حرفو الکی میزنن چرا گندش کردیم فلان و این داستانا درگیر این داستانن وگرنه یعنی میشه تو هم موفقیت یک پسری یه دختری که سنش کمه و داره میترکونه لذت نبری چون اصلا داره نشون میده آقا جاش هست میشه این کارو کرد پس تو هم بخواب بیا یعنی از اون ور قضیه نگاه کنیم خیلی خودش باعث انرژی دادن و میشه که آقا فضا بازه میدونی و کارش هم داره به خوبی انجام میده حالا دیگه چیه این داستانا هی تو توییتر یکی یه کاری میگه بابا بی خیال ببین لذت ببر حال کن دستن مهم نمیدم دیگم بی ظرفیت هر چیزی که دیدم میگم آخه سوختی اومدم بالا میخوای گیه کنی گیه بکن بیتر بیاد چون ترک در میاد بک تو بک هر رو گنگ فک تو فک فک رو رفت پس میدم فک تو دست بند اومد زبونم بد خوبم من هنوزم همونم واسه هر قضیه تکسان بابا بنازم بابا بنازم بابا بنازم یه بار دیگه اینجا شو بریم تو بکر و گنگ فکر تو فکر فکر رو رفت بودم قرق تو رسته بند اومد زبونم بد خوبم من هنوزم همونم با سهر قضیه تکسام اینقدر آقا اینقا مستویه منم میخورم نون بازوم و چاقالم ابروام اندازه بربریه و خودش شبیه که میزنم ابروام هم چین گنده است میخورم نون بازوام و ابروام هم اندازه بربریه دیگه به وقتی یکی اینجوری میاد نقطه ضعفای خودش هم میزنه اینجوریه که چی میخوای بگی اگه چیز بیشتری داری بیا تو هم بگو اینجوری در هر صورت که ما به کفشمونه قلم ابروام اندازه بربریه لبلم آب برسم تاب یک رنگ یک رفام بده من تاج رو سرم بذارم داشت مثل هر بار برسم شعر لفظام تو دل بدخام نبودم پی بد بشه داشت به خودم میگم تخته به گاز آشنا اومده بیوار رو بگیره دوباره فصل مدرسه هاست رفیه دی ان ای منو خیال میکنه بام کی ایتنه منو پشت میگ آشنا دیرکس اگه میخوای آشنا این سایز چیه چقدره اوه اوه تو این فلکس ها این وری هم رفت دیگه فروتنی و اینا دیگه میخوای با هم آشنا شی چی داری بابا بیا بچوق میخوای آشنا این سایز چی به چقدره بهم بگو شوالی رپ تموم میشه کجا دیگه تش خود خدا پشما شیخته کرده خدا دیگه خلق اوه خود خدا پشمان شیخته که کرده یه خدا دیگه خلق یعنی اینجوریه که اوه من فکر میکردم فقط میتونستم یه سری آدم فانی خلق بکنم الان یکی اومده جاپای من گذاشته البته که تو همه مذهبا اینجوری نیست مثلا تو بعضی از مذهبا شما بنده خداوندین تو خیلی
دیگه که نه، تو چند تا مذهب دیگه هست که شما همانند خدا آفریده شدی و تصمیماتت باعث میشه که تو برسی به اونجا، جوریه که شما مثل بچه خدایی، این پسر و دخترشی، من شما را همانند خودم آفریدم، بخوای که بگیری بنازم. خوشحالم که اینجوری برگشته و میدونم که سختی‌های زیادی تو زندگیش بوده و هست و خواهد بود. اصلا اینکه تو سن کم یه عالمه ایمپرشن میگیری، چشم میاد رو طرف این ور اون ور، اصلا خیلی قوی باشی که افسردگی خیلی سنگین نگیری، از این بتونی در بیای، چون خیلی جاها دارن راجبت حرف میزنن، تو اومدی پاپلیک کردی، خیلی‌ها دارن فوش و بد و بیرا بهت میگن، انتقادهای عجیب غریب میکنن، حرفای عجیب غریب میزنن، خیلی‌ها دیس میکنن، خیلی‌ها چش پیشرفت ندارن ریپورت میکنن، اینا یه سری هم عشق میدن هستن، ولی اینکه تو بتونی اینا رو بگیری به چپت خودش یه قدرته که بدونی داداش تو یه چیزی داری به اسم چپ، به قولی تن بدن میگه خدا دو تا داد بهم، یکی واسه دایورت. اینکه درک بکنی اینو داری و بتونی از این رچی خودش خیلیه، و تو این اتفاقاتی که داره براش میفته باز داره مسیر رو میاد میره. ما خیلی از آرتیست‌ها رو میبینیم که یه سری اتفاقا واسهشون میفته که شاید همینقدر سنگین یا کمتر تو سنهای بالاتر میبرن میکشن کنار، ولی آشنا پررو اینش خوبه. این یکی از چیزایی که بعد ازش یاد گرفت، و یه ضرب‌المثلی هست که میگه یک دریای آروم یه ناخدای کار کشته تربیت نمیکنه. پس ما حتی باید شکرگزار سختی ها باشیم. یه نوع دیدگاه دیگه هم هست که میگه خدا نسبت به توانت، یا حالا دنیا نسبت به اون توانی که تو داری، سختی جلو پات میذاره. یعنی سختی ها همه رد کردنیه، هر کی نسبت به خودشونو داره، پس میشه. و امثال آشنا رو من از این بابت خیلی دوست دارم، از اونور که داریم پیشرفت رو توش میبینیم، از اونور که صد رو کارشه، از اونور که داره نشون میده هیچ نمیکشتش پایین. لازم نیست راجع به این چیزا حرف زنه، داری میبینی، میدونی، دیدی خیلی وقتا میگن نبین چی میگه ببین کی میگه، خیلی ها این حرفو میزنن، برعکسش هم خیلی ها میگن، چون مهمه که تو آیا داری مغلطه میکنی یا داری این مسیر رو میری. امیدوارم که بره بهتره کنه، دارم لذت میبرم. ولی هم آشنا هم پیاده آهنگ بیشتر بدید، آهنگ بیشتر بدید، برای اینکه تجربتون تو اون بیشتر میشه و بیشتر خودتون رو محک میزنی تو این داستان. شما جفتتون خدایید، حالا بسته به سبک خودتون، جفتتون تو اون کاری که دارین میکنین و تو رده بندی سنتون خدایین، کارتون باحاله. آهنگ بعد بیشتر بدین، بیشتر خودتون رو به چالش بکشید. همین ورسا جا داره که 2 دقیقه‌ای بشه، 3 دقیقه‌ای بشه، ورس بشه، اضافه بشه، کورس اضافه بشه، و همین حالتی که فری استایل میذارن آهنگ بیاد، فری استایلش هم بذارن اونجا، بازی رو بعد ارتقا بدن بیشتر به اونور. اینورا همه قلهاشو فتح کردین، تموم شد، الان بازی رو بعد ببرین اونور که رسمی ترم باشه، و مطمئنم که میتونن سخت‌تر از اینه، چون تو این کار مثل اینه که داشتی فری استایل داری فوتبال می‌کنی، بعد یا قرار بیای تو زمین چمن، بازی لیگ فرق می‌کنه دیگه، یه سری چالش‌های دیگه داره. ولی خب تو همین سن بعد اونا رو تجربه کرد، بیشتر و بیشتر و بیشتر پتانسیلشو دارن که هفته ای دو تا موزیک بندازن بالا. ببینیم چه خبره دیگه. دمشقم خسته نشید، میگم بهش نظر شما چی بود حتما توی کامنت ها بنویسید. امیدوارم که لذت برده بوده باشید. تا ویدیو بعدی. سیر نگیم ها، این بچه ها میگم بگو سی یوسون، یه جوریه ولی سی یوسون.